سلام دوستان، امیدوارم که تمام درس های قبل رو با دقت کار کرده باشید. همونطور که عرض کردم خدمتتون دوستان، ببینید مهمترین مبحث در واقع همین یادگیری جمله سازی هست و ما تمام نکات رو داریم یاد میگیریم، قواعد رو یاد میگیریم، کلمات رو یاد میگیریم، همش در نهایت به خاطر اینه که بتونیم جمله سازی کنیم. بنابراین خواهش میکنم که دوستان خوب دقت کنید، چون همین جملات در واقع زبان هستند. خب جمله اول رو دقت کنید دوستان. امروز میخوام سر کار بروم، خیلی کار دارم. ببین ما دو تا جمله داریم. جمله اول امروز میخوام سر کار برم، ها، یعنی امروز میخوام برم سر کار. گفتیم وقتی دو تا فعل داریم دو تا رو پشت سر هم، یعنی میخوام سر کار بروم، اینجوری میگیم میخوام بروم، ها، سر کار. یعنی سر کار همون میشه به سوی کار در واقع توی عربی. خب میگیم لیوم، همون لیوم در واقع امروز هست. توی زبان فصیح دوستان میگیم الیوم، ولی خب توی لهجه عراقی و کلا حالا لهجه های مختلف به صورت همین لیوم تلفظ میشه. لیوم، لیوم ارید روح، ارید روح، ها، یعنی میخوام برم. ارید میخوام، اروح هم که بروم. لشغل، لشغل یعنی به سوی کار. لیوم ارید روح لشغل، امروز میخوام برم سر کار. خب خیلی کار دارم. عدی واید شغل، عدی یعنی دارم، واید یعنی خیلی، همون کتیر، ها، کتیر یا در واقع اکثیر، در واقع همون کثیر یا در واقع اکثیر به صورت مختلف تلفظ میشه دوستان. اکثیر یا کثیر یا حتی در بعضی لهجات چتیر، چتیر هم گفته میشه به معنی خیلی، به معنی همون واید هست. عندي واید شغل یعنی خیلی کار دارم. عندي رو هم دوستان معمولا اکثر مواقع عدی میگن. عدي واید شغل، عدي واید شغل یعنی خیلی کار دارم، نزد من هست کار زیاد، ها. بیسد جمله دوم، تو باید به بانک بروی و قسط این ماه را پرداخت کنی. خب تو باید، جمله اول تو باید به بانک بروی. کن تو همون یا لازم باید هست. اطروح للبنک، بانک، البنک هست. المصرف هم میگن دوستان، این واژه اصلی برای بانک المصرف، المصرف یعنی بانک. پس کن اطروح للبنک، حالا و قسط این ماه را پرداخت کنی، یعنی و پرداخت کنی قسط این ماه را و تدفع. این دوستان فعل دفع، دفع یعنی در واقع پرداخت کردن. حالا تو پرداخت کنی و تدفع، ها، و تدفع. قسط، القسط میشه همون قسط، قسط هاد شهر، قسط این ماه، قسط هاد شهر. شهر هم که همون شهر به معنی ماه هست، صورت شهر تلفظ میشه دوستان. قسط هاد شهر، پس کون تروح للبنک و تدفع قسط هاد شهر. به این صورت بریم سراغ جمله بعد. ما میخواییم در این بانک یک حساب باز کنیم. خب به این صورت میگیم که ما میخواییم باز کنیم حسابی در این بانک، ها. پس اینجوری میشه که نرید نفتح، نفتح خب همون در واقع افتتاح کردن، باز کردن. نرید نفتح حساب، نرید نفتح حساب به هاد بانک، به هاد البانک. به همون در، هاد البانک هم که این بانک. پس نرید نفتح، نرید نفتح الحساب به هاد البانک. به این صورت اگه مثلا بخوام بگیم تو میخوای باز کنی، خب باید بگیم اترید، ها، اترید تفتح، تو میخوای باز کنی. دو تا فعل رو باید برای تو صرف کنیم. اترید تفتح که قبلا خدمتتون عرض کردم. من اینو دوستان فقط دارم عرض میکنم که باز میگم شما خودتون رو به چالش بکشونید و سعی کنید مثلا فعلایی که من اینجا گفتم برای شخص دیگه، مثلا چطور بگیم او میخواهد در این بانک حساب باز کنند، آنها میخواهند باز کنند. میدونید خودتون رو حتما. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.